اعزام مبلغ و نماینده مذهبی به کشورهای خارجی از گام‌های ارزشمند آقای بروجردی محسوب می‌شود که تا آن زمان از سوی بزرگان شیعه اقدامی در این خصوص نشده بود. ایشان با آگاهی از تاریخ قرون جدید و اوضاع عصر حاضر به این نتیجه رسیده بودند که اگر حقایق فطری اسلامی بر افکار حقیقت جو و کاوشگر و کم تعصب اروپایی ارائه شود، به تدریج دین اسلام را خواهند پذیرفت. لذا نمایندگانی به آلمان و آمریکا اعزام کرد، ولی ادامه کار با کسالت قلبی و رحلت نابهنگام ایشان متوقف ماند. اولین مرکز شیعه در اروپا به وسیله آقای بروجردی سر پا شد در هامبورگ، اون هم با یک همت والایی که اون زمان مرحوم آقای حاج قاسم همدانیان زمینی خریده بودن، ابتدا 500 متر بود، در محله خیلی نازل هامبورگ بود. علت اینم که هامبورگ انتخاب شد، ابتدا معمولا فرش از اینجا به استانبول میرفت، از اونجا به هامبورگ میرفت، بندر بود. ایرانی ها اونجا ازدحام داشتن، اجتماع داشتن، از ایشون تقاضا کردن مسجد بنا شد اونجا ابتدا ساخته بشه. مرحوم آقای محمدی گلپایگانی رو ابتدا فرستادن و بعد مرحوم دکتر محققی رو فرستادن در اونجا. این مسجد خب بعدن شکل گرفت. ایشون زمینی رو که مرحوم حاج قاسم همدانیان خریده بودن نپسندیدن، دستور دادن جای بسیار ممتاز شهر که کنار دریاچه آلستر هم هست الان، 6000 متر 7000 متر زمین اون محله هست، اون محل هست با قیمتی که اون زمان سنگین بود. حتی بعضی بهشون اعتراض کردن که شما میخواید مسجد بسازید مثلا ایرانی ها استفاده کنن. خب یه 500 متر هم کافیه، این جای به این عظمت، جای به این به اصطلاح گران قیمتی ضرورتی نداره، با اینکه پولش هم نداشتن اون زمان. اما ایشون فرمودن، تعبیرشون این بود که برای اولین بار شیعه میخواد در اروپا مرکزی رو ایجاد کنه. این مرکز باید جای آبرومندی باشه و انصافاً هم هنوز یکی از بزرگترین مراکز شیعه در اروپا است. ایشان نظرشون این بود که خب حوزه قم در ایرانه و ما با مردم ایران روابط خوب داریم، پشتیبان هستن، اما این کافی نیست، ما در سطح بین المللی باید حضور داشته باشیم. اگر بناست ما در سطح بین المللی حضور داشته باشیم، یکی از مراکز کشورهای اسلامی غیر شیعه است، اونها شیعه نیستن، سنی هستند. ما نمیتوانیم یک کشور جدا از دنیای اسلام که باشیم، ما در متن جامعه اسلامی باید حضور داشته باشیم و رفاقت و مراوده بین مرحوم آقای بروجردی و شیخ محمود شلتوت، شیخ مجید سلیم و امثال اینها، این منشأ تحولاتی شد. آقای تنتاوی اظهار میکرد که در اون زمانشون طلبه بوده، در اون زمان قانون مدنی مصر رو مینوشتن، به بحث ارث رسیده بودن، قانون ارث شیعه رو اونجا مقدم داشته بودن بر دیگران. یعنی اینجور نظرها باز شد، کرسی تدریس فقه شیعه در ازهر دایر شد. آیت الله بروجردی به اوقات نماز و متعلقات آن بسیار اهمیت می دادند. نماز را با آداب و رعایت تمام خصوصیات می خواند و نماز جماعتشان بیش از حد طول می کشید. به روزه گرفتن حتی تا سن 89 سالگی بسیار اهمیت داده و رعایت می کردند. بسیاری از آیات قرآن، به ویژه آیات احکام را که حدود 500 آیه بود، همه را حفظ کرده بودند. برگزاری عزاداری خامس آل عبا علیه السلام و سایر ائمه اطهار در منزل خودشان در بروجرد و قم و متأثر و منقلب بودن در تمام ایام مصیبت و سوگواری نیز از ویژگی های ایشان بود. آقای بودی نماز مهدن، من پهلوی آقای بودی استاده بودم. آقا که فهمنا اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، اشکاش جاری شد. اینم من بودم، چون من در کنار آقای بروجردی بودم. آقای حاج انصاری واعظ، واعظ معروف قوم بود، مرحوم شیخ مرتضی انصاری، من برای زیاد ما زیاد پای منبر ایشون بودم.
در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها منزل آقای بروجردی منبر رفته بود، من بودم در جلسه. ایشون روزه که خوند روزه خیلی داغی خوند اونجا. یه وقت دیدم که یکی از خدمه منزل آقای بروجردی آمد کنار منبر بغل بیخ گوشه ایشون یه مطلبی گفت، یه مرتبه ایشون رها کرد روزه رو. بعد متوجه شدیم که ایشون عرض کنم که در اثر روزه حال آقای بروجردی تو اتاق عقب به هم خورده. وقتی صحبت از حضرت زهرا می شد اصلا حال ایشون وضع دیگری پیدا می کرد. مرحوم آیت الله بروجردی از اون اتاق داخل حیات شدند، مرحوم حاجی احمد خادمی در رو باز کردشون، عصا دستشون بود و من یادم هست که مرحوم حاج مرزا ابوالحسن روحانی و مرحوم آقای امیرزا حسین صادقی زیر بغلاییشون رو گرفته بودن. مرحوم حاجی احمد خادمی در رو باز کرد، چون عصا زنان آمدن، روز عیدی بود، جلوس داشتن، مداح داشت میخوند، پر حیات هم بود جمعیت، ایشون میخواستن بیان لبه ایوان بشینن. به مجرد اینکه وارد شدند، اون مداحی که اونجا بود گفت برای سلامتی امام زمان و سلامتی آیت الله بروجردی صلوات خط کنید. ایشون شنید، به قدر ایشون ناراحت و عصبانی شد. حالا ما اون زمان کامل درک نمی کردیم، اما دیدیم که ایشون انقدر متأثر شد که دیگه داخل مجلس نشد و بلند ایشون می گفت من کجا و وجود مقدس ولی عصر کجا؟ چرا نام منو در کنار نام ایشون میگذارید؟ اگر نام ایشون رو میبرید دیگه نام من چرا برده میشه؟ و ایشون قهر کردن و نرفتن اون روز، اصلا مجلس عید نیومدن. آقای بروجردی گفتم خیلی مقدس بودم، متقی بودم، ولی عمده اخلاق ایشون بود، اخلاق خیلی بالا بود. از همین جهت جسارت به بزرگان هیچ وقت در کار نبود. این که حالا بخوان این حرف رو ردش بکنن، حرفی بزنن که جسارتی باشه، توهینی باشه یا نه، او را یه قدری پایین آوردن. و یکی از چیزهایی که ما از آقای بروجردی یاد گرفتیم این که ما اگر انتقاد داشته باشیم به حرفی، اون حرف رو رد کنیم با استدلال، اما اون شخص را احترامش نگاه بداریم. آقای بروجردی راجع به همه همین بود، اما راجع به شیخ طوسی یه علاقه خاصی ایشون به شیخ طوسی داشتن، خیلی علاقه بالا بود، به حدی که نمیتونستن فتوای ایشون رو ندیده بگیرن و بعض اوقات که دیگه نمیشد که باید فتوای ایشون ندیده گرفته بشه، ایشون یه مقدمه درست میکردن برای احترام شیخ طوسی. میفرمودن که شیخ طوسی قریب 200 جلد کتاب نوشته و اگر عمر ایشون را تقسیم بکنن به این مسئله 1 دقیقه میرسه. بعد میفرمودن ایشون علاوه بر اینکه عالم بود، عابد بود، وقتشون رو قسمت کرده بودن هم برای علم هم برای تقدس و مستحبات و تعقیبات. و بعد ایشون می‌فرمودن که این مصباح المتهجدی که ایشون نوشتن، که مصباح المتهجد مثل کتاب مفاتیح، مفاتیح خیلی از اونجا گرفته شده، کتاب دعاست. گفتن شیخ طوسی وقتی این کتاب رو نوشتن دیدن خوب باید یه دوره خودشون عمل بکنن، برای اینکه عالم بی عمل نباشن، یه دوره خود عمل کردن. بعد دیدن که اگر منتشر بشه باز و انذر عشیرت کل اقربین ضربه میخوره، واداشتن اطرافیانشون هم 1 دوره به این کتاب عمل کردن، بعد اجازه انتشار دادن. خب یه اینجور شخصی که تقید به مستحبات، به دعا، قرآن، راز نیاز با خدا داره، 200 جلد کتاب هم نوشته، بعض اوقات خب معلومه باید فتواش رو رد کرد. با این مقدمه که کاشف از علاقه خاص آقای بروجردی به همه بزرگان، مخصوصا به شیخ طوسی، و انصافا تواضع ایشون راجع به علما،
راجب بزرگان خیلی عالی بود. در آغاز سال 1340 شمسی که عید نوروز با عید سعید فطر تقارن داشت، آیت الله العظما بروجردی نماز جماعت روز پنج شنبه چهارم فروردین ماه را در مسجد اعظم اقامه کرده و صبح جمعه خبر کسالت ایشان در سطحی گسترده در سراسر شهر قم پخش شد. دکتر نبوی، متخصص معروف قلب آن زمان و همراه چند نفر از پزشکان معروف قلب و اورولوژی، از تهران وارد قم شده و معالجات آغاز شد. در حالی که استراحت مطلق داشته و ممنوع الملاقات بودند، پزشکان تصمیم گرفتند از پروفسور موریس فرانسوی که از متخصصین قلب معروف اروپا بود برای مشاوره دعوت به عمل آورند و این کار سریعا انجام شد. پس از چند روز وضع عمومی ایشان رضایت بخش اعلام شد. در اواخر هفته میزان عوره خون ایشان 85% اعلام شد و در صبح پنج شنبه 10 فروردین ماه مطابق با 13 شوال 1380 هجری قمری به جوار حق شتافتند. فوت آقای بوجردی ضربه بود به عالم اسلام که من صبح یادم به من در طرف های پیوزی میشستم، آمدم ترانسپورت برم قم ببینم چه خبره، دیدم همه جا بسته است، یعنی کلیمی ها بسته بودن. تا کنون ما مرجعی ندیم که این همه بعد از مرگ ایشون تجدید از آقای بوجردی. حتی دولت پاکستان 5 روز تعطیل عمومی میکرد. آقای فلسفی مسجدش امام منبر بودن، شاه آمد یک لحظه ایستاد و برگشت. شاه آقای فلسفی به شاه گفتن که دولت پاکستان 5 روز تعطیل عمومی اعلام کرده، شما 3 روز 5 روز کردن به احترام آقای بوجردی. عنوان درشت روزنامه ها رحلت پیشوای بزرگ شیعیان را اعلام و همه جا تعطیل شد. انبوه جمعیت از سرتاسر کشور به سوی شهر قم و به طرف خانه زعیم بزرگ شیعه به راه افتادند. خبر به فاصله 1 ساعت در آن زمان به سرتاسر دنیا مخابره شد و سیل مشتاقان و خبرنگاران داخلی و خارجی را افزایش داد و این خبر فوری به عنوان حادثه مهم روز تلقی شد. عظمت و شکوه مراسم عزاداری بی نظیر بود. مراسم یاد بود در سراسر کشور و کشورهای مجاور برقرار شد. مرقد مقدس آیت الله العظما بروجردی در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همواره قبلگاه میلیون ها نفر در سراسر عالم تشیع بوده و در واقع هیچگاه از جمعیت خالی نیست. فوت مرحوم آقای بروجردی از نظر جنبه های اجتماعی خب خیلی با شکوه بود مراسم تشییعشون، از طرف شاه هم اومدن افراد و جمعیتی بود و کراماتی هم همونجا نقل شد، از جمله همونطوری که ایشون در زمان حیاتشون نمیذاشت کسی پاشونو ببوسه و ناراحت میشدن، در قبل از قبر گذاشتن، بعد از مراسم تغسیل و تکفین، در قبل از اینکه کفنو کاملا ببندن، یکی از آیون آمد پای ایشونو ببوسه، ایشون پاشو جمع کرد. بله، از عجایب قضیه، آیونی که اونجا بودن و دیدن، از اون آقای حاجا مجتبی عراقی. در قبر آقای حاجا مجتبی برای ایشون تلقین میخوندن، یه وقتی که یه کسی با ایشون داره تلقین میخونه، صدا رو خوب ده. اول فکر کرد از بیرون اینو دید، بیرون هیچ کسی نیست، گفت تو سرما از قبر آوردم این کسی نیست. تو قبر چون اطراف خلوت کرده بودن، بعد خوب دقت کرد، آخرشون سالها جز ملازمین آقای بروجردی بود، دید صدای آقای بروجردی. ایشون آدم خیلی راستگویی، آقای حاجا مجتبی الانم هستن صادق القول، از خود ایشون هم میشه بپرسید. قرص گفت من چندین بار تجربه کردم صدای آقای بروجردی همراه من تلقین میخوند خودش. آیت الله العظمای فقید در عرض 16 سال مرجعیت بالغ بر 1000 مسجد و مدرسه دینی، کتابخانه و بیمارستان، دبستان و دبیرستان و حمام و سایر ابنیه خیریه و عام المنفعه
در ایران، عراق، لبنان و آفریقا و اروپا بنا نمودند. مسجد اعظم قم واقع در جنوب غربی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با سبک معماری اسلامی و دارای دو شبستان بزرگ و فضای زیر گنبد و دو گلدسته بسیار مرتفع که مساحت آن در بد و امر به 12,000 متر می رسید و بعدن نیز تکمیل گردید. آغاز ساختمان آن تیر ماه 1333 شمسی است که با بتون مسلح ایجاد گردیده و استحکام آن بی نظیر است. مساحت زیر گنبد 400 متر مربع بوده و شبستان‌های اطراف گنبد هر یک 900 متر مربع مساحت دارد. ساختمان مخزن کتابخانه، سالن‌های مطالعه و سایر اتاق‌های مورد نیاز نیز از بخش‌های دیگر آن است. تزئین و کاشیکاری آن در نوع خود بدی است و شبستان مسجد با فرش‌های خاصی که ویژه آن بافته شده است مفروش است. ساختن بنای مسجد 6 سال طول کشید و در سال 1339 هزینه کل آن بالغ بر 80 میلیون ریال گشته بود. مسجد ارک تهران نیز که در محل مسجد مادرشاه قرار دارد و دربار قاجاریه برای خانمهای بیت سلطنتی درست کرده بود، مالکیت زمین آن توسط دولت وقت در زمان پهلوی دوم مورد ادعا قرار گرفته بود و می‌خواستند زمین مسجد را ضمیمه ساختمان دولتی نمایند که با اصرار و پافشاری آیت الله العظمی بروجردی این زمین از تصرف دولت خارج و به عنوان حاکم شرع در اختیار ایشان قرار گرفت و سپس به دستور ایشان بنای مسجد ارک طی چندین سال به شکل فعلی احداث شد. سایر بناهایی که به دستور آیت الله العظمی بروجردی احداث گردید عبارتند از سقف و ایوان مسجد حاج عزیزالله در تهران، مسجدی در شهرستان صحنه، مسجدی در نوراباد ممسنی فارس، مسجدی در شهرستان ایران شهر، حسینیه تهرانی ها در کربلای معلا، حسینیه‌ای در شهر سامره عراق، مسجدی در بیروت، مسجدی در شهر طرابلس لبنان، 4 مسجد بزرگ در آفریقا و بالاخره مسجد بزرگ بندر هامبورگ آلمان. ایشان جهت احداث مدارس علمیه در نجف اشرف، کرمانشاه، قم، مدرسه خان، کربلا و شهرستان درود نیز دستورات لازم را فرمودند که به خوبی انجام شد و همچنین مدرسه بقعه در کربلا را تجدید بنا و مدرسه رضویه قم بنا به دستور ایشان تعمیر اساسی گردید. در زمینه مؤسسات عام المنفعه خریداری زمین بیمارستان نکویی قم و تأمین بخشی از مخارج آن را بر عهده گرفتند. در شهرستان بروجرد نیز به تأسیس کارخانه برق و سیلو و سایر خدمات عمرانی پرداختند. همچنین در شهر قم نیز به دستور ایشان چاه‌های عمیق جهت تأمین آب آشامیدنی مردم احداث گردید. در کلیه بناهای فوق الذکر نیز در ایجاد کتابخانه و تأمین کتب آنها همت گماردند که تعداد زیادی از آنها جزو کتب خطی بود. آیت الله فقید در طول عمر طولانی و پرارزش خود آثار، کتب و رسائل بسیاری نوشتند که قسمت عمده آن باقی است. کتاب‌های ایشان از نظر لفظ و معنا بسیار پرمغز و استوار است و همه آنها سرشار از مطالب علمی و نکات مهم فقهی و اصولی و رجالی است. حاشیه کفایت الاصول اثر آخوند خراسانی که در زمان حیات استاد نوشته شد. حاشیه بر کتاب نهایه اثر شیخ طوسی. نگارش کتابی در علم فقه از اول طهارت تا آخر دیات. حاشیه بر کتاب فهرست اثر شیخ منتجب الدین رازی در علم رجال. حاشیه بر کتاب مبسوط اثر شیخ طوسی. رساله‌ای درباره سند صحیفه سجادیه. کتاب بیوت الشیعه در معرفی خاندانهای علمی شیعه. کتاب‌هایی درباره مرتب کردن و بررسی سندهای روایات
و کتاب‌های معروفی در زمینه روایی و رجالی مانند کتاب اصول کافی ثقت الاسلام کلینی، تهذیب شیخ طوسی، من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، استبصار شیخ طوسی، خصال شیخ صدوق، امالی شیخ صدوق، علل و شرایع شیخ صدوق، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، حاشیه بر وسائل و شیعه شیخ حر عاملی و حاشیه بر کتاب خلاف شیخ طوسی، فقه استدلالی، حاشیه بر عروة الوثقی سید محمد کاظم یزدی، حاشیه بر فواید الاصول شیخ انصاری، حاشیه بر منهج الرشاد شیخ جعفر شوشتری، حاشیه بر مجمع الرسائل محمد حسن جزنی اصفهانی، حاشیه بر منتخب الرسائل سید ابوالقاسم اصفهانی، حاشیه بر وسیلة النجاح سید محمد کاظم یزدی. ایشان در احیای کتاب پرارزش علمی علمای گذشته که به فراموشی سپرده شده بودند نقش مهمی داشت. با تلاش و اراده قوی ایشان این کتاب از دور و نزدیک پیدا شد و پس از تصحیح جهت استفاده در دسترس دانش پژوهان قرار گرفت. چاپ اول کتاب خلاف شیخ طوسی درباره مسائل فقهی مورد اختلاف شیعه و سنی، چاپ اول کتاب قرب الاسناد عبدالله ابن جعفری همیری قمی از اصحاب معروف امام حسن عسکری علیه السلام، چاپ اول کتاب جعفریات مربوط به علی ابن جعفر فرزند امام جعفر صادق علیه السلام، چاپ اول کتاب جامع الرواة اثر حاج محمد ابن علی اردبیلی از شاگردان علامه مجلسی، چاپ اول چندین جلد از کتاب معروف مفتاح الکرامه نوشته سید جواد عاملی، تدوین کتاب جامع الاحادیث شیعه و تنقیح و تهذیب کتاب معروف و مهم وسائل شیعه اثر شیخ حر عاملی در 32 جلد. آیت الله عظمای بروجردی از کرامتی برخوردار بود که مستند به خلافت الهی بود و از خلافتی طرفی بسته بود که عناصر محوری پنجگانه را به خوبی ایفا می کرد. از این جهت او علمی داشت از ذات اقدس اله و قرآن اطرت گرفته است، اخلاقی داشت که اخلاق الهی و قرآنی و ربایی بود، ایمانی داشت که مستند به کتاب و سنت بود، نشر و معارفی داشت که پشتوانه این نشر معارف او قرآن و اسرت بود، و چنین کسی محب خداست و اگر محب خدا بود و پیرو حبیب خدا بود محبوب خدا هم خواهد شد. به نام فرموده مقام معظم رهبری، آیت الله بروجردی چون خورشیدی درخشان بر تعدادی از علوم اسلامی و بر روش‌ها و شیوه‌های تحقیق در آنها و نیز بر فضای عام حیات مسلمین در زمان خود و پس از آن پرتو افشانی کرد و هنوز علمای اسلام و جهان اسلام از تأثیرات مبارک آن عمر پرثمر و ریاست مرجعیت تامه ایشان متمتعند. مرحوم آقای بروجردی شخصیتی بود که میشه اینجور گفت آش سعیدن و مات سعیدا. آیت الله العظما بروجردی در هر کاری خداوند عالم را شاهد و ناظر میدید و هر کاری را صرفاً برای رضای خداوند انجام میداد و در واقع با سرمایه ایمان به خداوند و توکل و تفویض همه امور به ذات لایزال الهی بود که توانستند جای خود را در زوایای قلوب مردم باز کرده و یادشان با عظمت و جاودان بماند.